هیچی به اندازه کتاب خوشحالشون نمیکنه. کاش منم میتونستم باهاتون بیام، ولی خب باید برم بیمارستان سراغ مرج. اونم ثواب داره، دوستته. بیا قربون دستت برم. آژانس یا علی. بله ممنون، اومدی. تو کلید داری؟ من دیر میام. آره کلید داری. بسم الله. خودم هستم. سلام، من کاتالینا امیری همسر آقای تیموری هستم. آقای تیموری؟ اگه اشتباه نکنم شما باید مهتاب خانم باشید. بله. ای وای، مثل اینکه بیموقع مزاحمتون شدم، انگار داشتین جایی میرفته. میتونم خواهش کنم با ماشین من بریم تو رای گپ بیان با هم بزنیم؟ مزاحم شما نمیشیم، ما ماشین خبر کردیم. آج خانم میلانی اشکال نداره، بعدا میام حساب میکنیم. خیلی ممنون. خانم تیموری، حقیقت اینه که من و تیموری بعد از تحمل اون همه رنج و تاوان سختی که به خاطر اشتباهاتمون پرداختیم داریم سعی میکنیم یه سر و سامونی به زندگیمون بدیم. اعترافش خیلی سخته، ولی باید بگم که ما زندگی خانوادگیمون رو خودمون داغون کردیم. حالا وقتشه که زیر یه سقف یکم آروم بگیریم. میشه بگین اصل داستان چیه خانم تیموری؟ حتما مهتاب خانم، من و ایرج خارج از کشور با هم آشنا شده درست موقعی که هر دومون فریب خورده و رها شده. فریب؟ فریب چی؟ خانمی که ایرج به خاطرش زندگی خانوادگیشو داغون کرده بود، اومده بود خارج از کشور، رهاش کرده بود و رفته بود. منم قربانی یه ازدواج وکالتی احمقانه شده بودم. جوون بودم و مشتاق زندگی و تجربه خارج از کشور. وقتی با ایرج آشنا شدم توی بیمارستان کوچیک توی شهر دور افتاده پرستار بودم. نمیدونم اگه ایرج پاش نشکسته بود و سر از اون بیمارستان در نیاورده بود الان هر کدوم از ما چه سرنوشتی داشتیم. با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم و برگشتیم ایران. اما چند وقتی ایرج اصلا حالش خوب نیست. تمام وقتشو تو گالری میگذرونه. خیلی کم میاد خونه. من واقعا نگرانشم. شاید نگران بیماری دخترشه. حتما همینطوره. برای همین من باید مرجانو ببینم و باش حرف بزنم. اما میدونم که تنهایی از پس این کار بر نمیام. برای همین مهتاب خانم باید لطف کنه و کمکم کنه. شما فکر نمی‌کنین شاید با دیدنتون حالش بدتر بشه؟ من خودم مادر بودم. میدونم زجر بیمادری مرجان وقتی تمام میشه که من بتونم جای مادرش رو براش بگیرم. و من میخوام همه تلاشمو بکنم. آفرین. به نظر من حق با تیموری مادر جان. ما باید یه کاری کنیم که ارتباط مرجان و پدرش بهتر بشه. که بشه این خانواده دوباره شکل اول خودش رو بگیره. خب خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. هر چه لطف کنید من پیاده میشم چون قرار دارم بعد یه جایی باشم.
کتاب خونه. دارم فکر میکنم مرجان با دیدن من چه واکنش نشون میده، مخصوصا وقتی متوجه نسبت من با پدرش بشه. چطور؟ یه دفعه دوچار تردید شدم. احساسم به من میگه اتفاقای خوبی تو راهه. نگران نباشی، شایدم شما پاداش صبر مرجانید. تو اینطوری فکر میکنی؟ ممنون، خیالم راحت کردی. سلام. سلام. ببینم شما هم بیماری هستی که گل زاهرشو خوردن؟ بله، الانم گل زاهر ندارم و حالم هم خیلی بده. ببخشید یادم رفت معرفی کنم، خانم امیری هستم. سلام. سلام عزیزم، خوبی؟ ممنون. قیافشون خیلی آشناست، من مطمئنم که ایشونو یه جا دیدم. چقدر خوب، منم دقیقا همین احساسو دارم. دیشب خواب مامانمو دیدم. چه خوب. اگه مامانم زنده بود شاید شب این خانم. انتظار دیدن شما رو نداشتم. با پای خودم نیومدم، از کو برمیگشتم که برم خونه. یه دفعه دیدم از پله های این ساختمون فکستنی دارم میام پایین. نه، جای خوبیه واسه قصه خوردن. آره، خوش اومدی. ببخشید که اینجا به هم ریخته است. به هم ریختگی بد نیست، مشروط به اینکه مادام العمر نباشه و جاش سر سامون بگیره. اشاره خوبی کردی. چای میخوری یا قهوه؟ اگه زحمت نیست یه چایی درست کن بخوریم و بریم. بریم؟ کجا؟ برو فعلا چایی رو رو برا کن.
چه کار داری میکنی؟ پاکسازی. کاری که باید با خودتم بکنی. اگر میشود. منم که بچه بودم از این نقاشی ها میکشیدم. البته رو کاغذ و در دیوار. کاش میشد برگردیم به همون دوره کودکی. که دوباره بزرگ بشیم و جنگ بزنیم، ها؟ چای تو بخور باید بریم. کجا میخواییم بریم؟ اینش دیگه به تو مربوط نیست. ببخشی؟ بفرمایید، خدمت شما. اینجا رو میشناسین؟ ولی قرار نبود مزاحم شما بشم. یادت باشه که تو روزگار ما قرارا بر مدار نیست. بفرمایید. بفرمایید. سلام بابا. سلام. 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 خوش آمدید. گشتم کجا مونده؟ ببخشید آقا خیلی شلوغ بود. بفرمایید الان بشید من آمادش میکنم. بفرمایید. این مادر نمی بخوره حال کنه. Thank you.
فرج، امو فرج، کجا موندی؟ زنگ زدی؟ بله زنگ زدم آقا ارسلان، طاقت بیار، هم به باباتون زنگ زدم، هم به اورژانس زنگ زدم. بیا یکم آبلون بخور، چربی تو بخور. خانم جانم از خارج زنگ زد، بهش نگفتم حالت خراب شده. هیچی نیست، صبر کن. من که گفتم کمتر بخور، گوش نکردی. ببخشید آقا محتشان، افف خراب. مریض تو بودا سالم خود. آقا مشکل چیه؟ داغه، درده. چی کار کردی؟ صبح کله پاچه صبحانه. چی؟ صبحانه کله پاچه. همه اون کله پاچه رو یه نفره خوردی؟ آره هر روز. ماشالله ماشالله. سابقه بیماری قلبی هم داره؟ بله، چند وقت پیشم دو روز به خاطر بیماری قلبیش تو بیمارستان بستری شد. امروز هم فکر میکردم با اینم خوردن کارش به اورژانس بکشه. وقتی مادرش ایران نیست همش فکرش خوردنه. سینا، ایدی رو بس کنیم علامه حیاتش چک کنیم. باید منتقلش کنیم بیمارستان. فرج سلام آقا. چی شده؟ آقازاده اونقدر کله پاچه خورد حالش خراب شد، ترسیدم زنگ زدم به اورژانس. برو کنار ببینم چی کار دارید میکنید با بچه ای من. اولا سلام آقای محترم، دوما آرامش خودتون رو حفظ کنید. بیمار شما دچار حمله قلبی و تنگی نفس شد، باید برای درمان و تشخیص نهایی منتقلش بیمارستان. میبریمش بیمارستان شهدای تجریش. لازم نکرده اون بیمارستانا که من میگم میبرید. آقا وظیفه اورژانس انتقال بیمار به اولین مرکز درمانی تخصصیه. من دکتر آشنا دارم، اون بیمارستانی که میگم باید ببرید. شما اجازه بدید ما کارمون رو انجام بدیم، ما کارمون خوب بلدیم. الان بیمار تو وضعیت خطرناکیه، اگه بخوایم تو این ترافیک ببریمش اون جایی که شما میفرمایید معلوم نیست چه بلایی به سرش میاد. کسی که نمیدونید با کی دارید حرف میزنید. رضا مریض رفت، حرز شد. شما هر کسی باش باش سقا بابا. بیف شد. الحمدلله فعلا برگشت. بعضش وخیمه، باید منتقلش کنم. چیکار کنیم؟ من معذرت میخوام. هر کاری میتونیم بکنیم نجاتش بدین. خواهش میکنم. خواهش میکنم نجاتش بدین. ده پنجاه چهل. خدمت آقای حسین بودن 36 ساله، دچار عرست قلبی، با سابقه بیماری قلبی و بستری در CCU. علائم حیاتی، رسپیراتوری ریت 8، AED، بستری. سرسام گرفتم طغرل، بسته دیگه. آرزو جان بیا این طغرل بردار بذار تو اتاقت. خیلی خوش اومدین زندایی جون. بفرمایید. برم. زحمت نکش تو رو خدا. میگم این چقدر بامزه است. خیلی بانمکه. به به دختر قشنگم. به به ببینم پچه هنوز همون لباس سوغاتی زندایی تنته. برو درش بیار، بذار یه وقت مهمونی جایی که خواستی بریم اون وقت بپوش، اینجوری کثیف میشه. ای شما چرا دوستی که زندایی آورده بود و سرت کردی؟ راست میگه بچه دیگه. ای قربونه اون زبونت برام من. بودو باشه، اب نداره، تنت باشه. فقط تو رو خدا این طغرل رو بردار بر بذار تو اتاقت. خب من و زندایی میخواییم با هم دیگه حرف بزنیم. برو قربونت برم. بودو از دست این طغرل آخرش هم برش میدارم میبرمش میذارمش باقه بش. زندایی جون دستتون درد نکنه، خیلی قشنگه، خیلی خوش رنگ و خوشگه. قابل تو رو نداره عزیزم،
اونجا به خدا انقدر برات دعا کردم همینطور جلو چشم بودی. میگم سلیمون گفتش که آرزو فهمیده و با نبوده پدرش کنار اومده. آره اما تو رو چرا انقدر دلنگرون میبینم؟ چرا انقدر چشات غم داره دختر؟ چی بگم زندگی؟ خیلی ناآرومم. یه وقتی با ماجرا کنار میام خودم رو دلداری میدم، دلام میذارم پیش دل آدمایی که مشکلاتشون هزار بار از من بیشتره، ولی وقتی چشم به عکس علی میفته باورم نمیشه که علی دیگه نیست. داغش هنوز خیلی برام تازه است. میفهمم. ما هم جز توکل به خدا و صبر کاری از دست اون بر نمیاد. قربونت برم. میدونی که دیر یا زود همه بارمون از این منزل میبندیم و میریم، یکی زودتر یکی دیرتر. من مطمئنم روح علی آقام راضی نیست که تو انقدر عذاب بکشی. حالا وقتشه که به فکر آینده خودت باشی، به فکر آینده این بچه باشی. علی همه زندگیم بود زنده. باورتون نمیشه یه وقتایی حس میکنم که علی کنار دستم نشسته، داره نگام میکنه، داره با هم حرف میزنه، داره دلداری میده. اگه به خاطر آرزو نبودا از خدا میخواستم منم ببره پیش علی. این چه حرفیه که میزنی ستاره جون؟ شاید منظور منو تو خوب متوجه نشدی. معلومه که ایشکی نمیتونه جای علی آقا رو برای تو پر کنه، ولی الان یک ساله که اون شهید شده، چرخ زندگی ایستاده. نه والا این بچه که گناه نکرده تو رو همیشه غمگین و ناراحت ببینه. قربونت برم. من که میگم باید کم کم رخت عزارو هم از ظاهرت هم از باطنت در بیاری. ببخشید ناراحتتون کردم زنده. من ناراحت نشدم، چون خودت میدونی که من ناحق نمیگم. ای راستی برای مهتاب خواستگار اومده بچه. راست میگین؟ مبارک ایشالله. همکار خودتونه، تکنسیان اورژانسه. ای چه جالب. نظر دایی چه، موافقه؟ دایی تو که میشناسی، به سختی میشه از زیر زبونش حرف کشید، ولی خب فکر کنم دو دله. نظر خود شما چیه؟ من که میگم علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. میدونی چیه ستاره جون؟ امروز روزگار چه دخترش چه پسرش اگه خوبش در خونت رو زد نباید معطلش کنی. از دست شما زنده جون، همیشه همه چیز راحت و ساده میگیری. به خدا راحت ستاره، آسونه. آدم وقتی میره حج و میاد میفهمه. انشالله قسمتت بشه بری. به قول حافظ خودمون که میگه عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. قربونتون برم. میخواین چایتون رو براتون عوض کنم؟ تو یخ کرده میخورم. با یه هم تو مدرسه چای یخ کرده بهمون دادم. خوشمزه. صداش نمیاد، داری چیکار کنی؟ خوشمزه. من دارم چیکار کنم، یه سری بهشون میزنم. خب دیگه چطور بود اینجا؟ اصلا ببین بالاخره تصمیم گرفتی زندگیت سر سامون بدی؟ دست گوشی رو زخمم رئیس. خدا شده خودم هم زله شدم از تنهایی. بچه هم شده گوشت قربونی. یه شب میره خونه دایی، یه شب خونه عمه، یه شب خونه نمیدونم عمو. خودم هم در بدر دنبال کسی هم که بتونه شرایطش با هم جور باشه. گیرپاش کردم اساسی. ای کاش یه ذره پررو بودم. که چی بشه؟ ما رو گرفتی رئیس؟ با پررویی چی کار میکنم؟ از خدا خواستی؟ هزار بار گفتم خدا از عمر من کم کن، یه ذره به پررویم اضافه کن. گیرت همینه. چطور؟ نمیدونی از خدا چی بخوای. پس دست مولم بگی رئیس. اخلاقت خوب کن، یه فکری وسط میکنم. چشم. بیا این چایی جوشتن به درد خودت میخوره. از بیمارستان تماس گرفتن. ها؟ هیچی، پول میخوام. شوخی هم ندارم. یعنی چی؟ میگم بیمارستان خصوصیه، هزینه بیمارم باید پرداخت بشه، وگرنه. وگرنه چی؟ عباسه میذارم تو خیابون؟ بعید نیست. باش. کجا؟ من میرم پیش مددی.
وزارتخونه به من قول کمک داده بود. انگار هیچ خبری نیست. اینانی، صبر کن. باز که جوش آوردی. چی رو جوش آوردم؟ بچه های اورژانس هزار جور گرفتاری و جور با جور دارن. تو هم که وعده سر خرمن میدی، چرا ازشون دفاع نمی کنی؟ اونا چشم امیدشون به من و توه. چقدر محافظه کاری؟ صبر کن. یه ذره آرومتر. بچه های اورژانس که از وسع و مقدورات ما بیخبر نیستن سلیمان. چرا داری تو مصاحبه تلویزیونو میگی؟ اورژانس همه چیزش بر وفق مراده. صبر کن. تو انتظار داری من برم تو رسانه ملی در مورد گرفتاری تک تک تکنسیانای اورژانس بشینم حرف بزنم، توضیح بدم، صحبت کنم؟ آره؟ بچه های اورژانس دارن از جونشون مایه میذارن که جون آدم های حادثه دیده رو نجات بدن. میدونم. اگه میدونی فقط ما مشکلشون قراره تو حرف حرف کنیم. ببین شده از پونم رو میفروشم، پول مالجه سماواتی رو برمیرم میدم. از قرار معلوم تو نمیتونی وزارت خونه رو متقاعد بکنی که سرت چون باستن. خداحافظ. صبر کن. خداحافظ. عباسی دفتر وزیر رو برام بگیر. چشم آقا. زود. چشم. سلام آقای حسنی. خسته نباشی. عباسی هم از اورژانس مرکز. بله. دکتر میخواد با وزیر صحبت بکنه. امکانش هست؟ ممنونم. دل گنده شدی ماما. آدرس دقیق پایگاه رو دادی برای راننده اورژانس؟ آره قربونت برم آدرس. نه عزیز نه. کار خوبی کردی. دل واپس نباش. الان زنگ میزنم مهندس پیاد حواشو داشته باشه. قربونت برم مادر. خداحافظ. سلام مهندس. بحبه. سلام حسینا، چطوری؟ خوبی؟ پسرت خوبه؟ دست بوسه. خیلی ممنون. هنوز تو ماموریتی؟ بله بله، تو آمبولانسم. ببین این داداش من رسیده پایگاه. آره اینجاست، پیش خودمه، داره موتور سواری میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب، دست درد نکنه. قربونت برم، حواشو داشته باش، من خودم برسونم پایگاه. نگرانش نباش، پیش خودمه. آقا رضا پیش شماست؟ بله بله، ایشون هم بغل هست من. کلی هم سلام برسونم خدمت شما. سلام منم بهش برسون. دمت گرم. دمت گرم. خداحافظ. چاکریم، قربونت. خداحافظ. چیه نیشت بازه؟ دیدی چیه دقیقش سامانت خوشم میاد؟ اگه یه چیزی رو میخواد از تا دلش میخواد، براش میجنگه. جان تو باید ازش یاد بگیریم سینا. خدا عالم دوست داره این پسر چه قوقاییه. مطمئن باش به شلوغی جمجمه من و تو نیست. من آقا بیچه ای تازه دم آوردم. بیبیش خسته نباش، دستت درد نکنه. تو که با صرفه میکنی که چیزی نیست، مال این گرد و خاک. کارا رو تون تون انجام دادم که حسری برسیم بریم خونه خواهره. خدا عمرت بده، خودت هم هواد عوض میشه. چقدر وقت پامون از مدسو بیرون نیزوشتی؟ میدونی آرزوم چی بود شکر؟ چی؟ اینکه یه روزی هم خواهرت برای اخکنون پسر ما میومد. بازم شروع کردی؟ من خودت همیشینم که همه ایدان شاموزا بچه ما هستن. راست میگی شکر خانم. حالا بگو ببینم جریان این دوتا لوس شیرینی چیه؟ اگه گفتی جایزه داری. رختاتم و تو کیدم. میگم شکو، من دلم میخواد کوچروار شب عروسیمو بپوشم، مثل اون موقع شیک و پیک بشم. تازه اندازم هم هست. نه آمو، از مد افتاده.
خودم امشب همچی شیک و پیکت بکنم که همه حظ بکنن. من برم حیاتو جارو بزنم تا هم دست بجون بون اینجا زود پاک کن. شکو خانم، تو فکر کردی من سالگرد عروسیمونه یادم میره؟ بابا 35 ساله. درمانی آماده نشد؟ 5 دقیقه آماده است. بعد بریم مأموریت ها؟ 5 دقیقه آماده است. یه سرویس رو بچه رو مهندس؟ آمبولانس خاموش که آژیر نمیکشه. میکشه آمبولانس سینما میکشه. سامان عزیز، اگه به فکر گوش ما نیستی، به فکر گلوی خودت باش. داداش سینا تو رو سپرده به من. اگه مریض بشی، وقت منو دعوا میکنه. چشمت بی بلا. آر میکنم. گل در میارم. حالا میبینی. شده که نترسی ها، حالا میرم اورژانس زنگ میزنم. نترس، اومد برم به اورژانس زنگ بزنم. خدا کنه 800 اعلام ماموریت جدید نکنه، بریم پایگاه یه چیزی به بعدم بزنیم. چرا 54 از 800؟ چرا 54 در چار؟ 10-41 خیابان مطهری بعد از سلیمان خاطر، پلاک 27 مدرسه ابتدایی عیسی. در 4 در 96 محل حادثه میشیم. گشتت نه؟ تقصیر منه؟ من گفتم اگه ماموریت نخورد میریم اونجا یه چیزی میخوریم. دست بیا جلو بخور تا گشتنگی نموردی. جیر جنگیار دیر دیر رو میکنی داشت سینا. باید وضعیتت اورژانسی شد تا به دادت برسم. تاکسی که نیست، آمبولانسه، مقررات خودش داره دادش. بذار گاز بده. نمیان
سینا، ایزدیار، پروژک آقای نجار. هنوز با آسمو درگیری؟ تنفسش 28، ضرباشم 88، دمای بدنشم نرماله. ده پنجا چلاف پنجا چهار ده پنجا چلاف پنجا چهار چلاف پنجا چهار ده چهار. خدمت آقای حسین، حدوداً 65 ساله با سابقه آسم، به دنبال فعالیت و احتمالاً استنشاق گرد و غبار دچار دیسترس تنفسی شده. ما دو پاف اسپری سالبتامول استفاده کردیم براشون. علائم حیاتی سطح هوشیاری 15، فشار خون 100/70، تنفس 28، ضربان قلب 88، دمای بدن به نظر نرمال. برشون اکسیژن گذاشتیم حدود 10 لیتر در دقیقه. دستور چی میفرمایید؟ آیا سابقه بیماری دیگه ای هم دارن؟ نه، فقط آسم. چرا 54 ده چار؟ ده چار. بیمار داخل کد با هماهنگی پذیرش 1096 بیمارستان هستیم. آروم آروم آروم، الان تمام. بابا همان روز اول مرسه رو یادته؟ من خوب یادمه، خورده بودم زمین، دماغم خونی شده بود. اومدی گفتی چته؟ مرد که گریه نمیکنه. خون و دماغم رو پاک کردی، انقدر مهربون بغلم کردی که تو بغلت آروم شدم. جان خوشحالم که بالاخره درست ادامه دادی، اورژانسی شدی. جان صمدی رفته آتش نشان شده. برکالله اون یکی رفیقت فلا خبر دارم خلبان شده. نیچه اگر معلماتون بفهمن که شما اینقدر پیشرفت کردین خیلی خوشحال میشن. یادت یه ضرب المثل با مزه داشتی؟ جا به جا که نبود و جا به جا که نسته. این همه پدری کردی واسمون، یه دفعه ما بزاد کاری بکنیم. قربونت برم. محبت داری تو بچگی دوست داشتی به همه کمک کنی. قربونت برم. الان یه چیزی نگو، نفس بگیر تو برسی بیمارستان. چیزی نمونده. یما خوب میشه با کشنی بالو. چیزی نیست، دل واپس نباشی. خب الهی شکر، الهی شکر، خوب میشه. نبزمو بگیر و دون